بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا ويعفو عن كثير قد جاء
در نام معلم که به روی تو نهادند بس نکته پنهانی باریکتر از موست. در نام معلم که به روی تو نهادند بس نکته پنهانی باریکتر از موست. میمایت مهر است که با عین درآمیخت، یعنی همه جا مهر تو با عشق تو همخوست. لامش لب گویای تو، میمش مه رخسار، یعنی که جهان رام تو ای ماه سخنگوست. بسم الله النور. به نام خدای مهربان، اول معلم هستی و سلام محضر همه شما سروران عالی‌قدر، خانم ها و آقایان. عرض ادب و کرنش و احترام محضر استاد ارجمندم جناب آقای وحیدی و همه شما بزرگانی که در این مجلس حضور داریم. خب، کار سختی رو دوستان عزیزم از مجتمع سروش به من سپردند و خوشحالم که امتثال امر کردم و مجری اوامر استاد عزیزم آقای وحیدی هستم. شاید چند سالی هم هست که از استیج و اجرا توی سالن‌ها دور شدم. اگه میگم تو بغض زدم، باید از همینجا از شما عذرخواهی کنم، ولی نام استاد که اومد اشتیاق فراوانی پیدا کردم و بی حرف و سخن عرض کردم که با کمال میل و با افتخار برای دستبوسی خدمت شما شرفیاب میشم و همینطور همه شما عزیزان. گمان میکنم سال 86 بود که در دانشگاه شهید بهشتی در خدمت استاد بودیم و تعداد زیادی از شاگردان ایشون در دوره‌های مختلف که خب خیلی هاشون در مناسب مختلف از مجموعه دولت‌ها در دوره‌های مختلف، از مجموعه دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، مدیران اجرایی، بخش دولتی، بخش خصوصی که شاگردان استاد بودن، در اون جمع کم نظیر در خدمتشون بودیم و تقدیر کردیم از مقام و منزلت استاد. من اون مراسم هرگز فراموش نمی‌کنم. سال هم در خدمت ایشون و البته برادر بزرگوارم جناب آقای شیرازی و مجموعه همکاران کاربلد در مؤسسه سروش بودم. از استاد یاد گرفتم که معلمی رو هیچگاه کنار نذارم و فراموش نکنم و با عشق وارد کلاس بشم. اما از همینجا یک نکته رو عرض میکنم که شاید برای حداقل مدیران آموزش پرورش ما راهگشا باشه و کسانی رو که به این شغل عشق می‌ورزن رو حداقل آسان از دست ندن. از محضر استاد یاد گرفتیم، من و خیلی کسای دیگه. به هر حال عده‌ای شاگرد ایشون بودند و فارغ التحصیل شدند و رفتن و در مناصب مختلف و مشغول خدمت توی کشور هستند.
عده‌ای مثل ما اگر در کلاس درسشون نبودیم اما در محضرشون در حداقل مدرسه سروش سایر آموزشگاه و مؤسسات بودیم و در همون زنگای تفریح در خیلی از فرصت‌های مختلفی که داشتیم از محضرشون استفاده کردیم. من اونجاها از ایشون یاد گرفتم که چطور با عشق وارد کلاس بشن و هیچگاه تدریس رو، معلمی رو، تعلیم رو و تربیت رو تجاری سازی نکنم. در هر جا که هستم با نگاه تجارت بهش نگاه نکنم. این گونه ما رو تربیت کرد. ولی من یادمه که سال 88 وقتی رفتم مأموریتم رو تمدید کنم از آموز پرورش به جای دیگه ای که مشغول کار بودم، در این حال که به تدریسم ادامه بدم، خیلی راحت به من گفتن که آقا ما مأموریت شما تمدید نمی کنیم، خیلی خوشحال میشیم شما منتقل شید. دوستو بر گفتم واقعا یعنی من مشکلی ندارید من انتقال پیدا کنم؟ گفتن نه. شاید من اون موقع معروف ترین معلم تهران بودم که مجری تلویزیون بودم. فقط در این یه جمله رو میتونم بگم، حالا بقیه‌اش که اصلا سر تا پا اشکالم. گفتم فکر کردم حداقل به دردتون میخورم، مثلا حوزه روابط عمومی، کار رسانه‌ای، یه چیزی. یعنی راحت گفتن آقا مشکلی نیست. منتقل شید، ما نمیتونیم مثلا. و فکر کنم که آماری که الان ما داریم بیشترین خروج از آموز پرورش، بیشترین خروج کارمندان از یک دستگاه اجرایی به یک دستگاه اجرایی دیگه، یا مأموریت یا انتقال دائم یا نمیدونم بازنشستگی پیش از موعد و خیلی چیزای دیگه، همین مجموعه همکاران فرهنگی ما هست. من البته فکر میکنم بخش عمدش وقتی خودم رو و خیلی کسایی مثل خودم رو مقایسه میکنم با استاد، بخش عمدش به خود من برمیگرده. و یه بخشایی هم به هر صورت به تصمیم گیری هایی که ممکنه در سطوح تصمیم گیری در آموزش و پرورش کشور ما صورت بگیره که میگن آقا بسم الله بفرمایید. و اون اینه که اگر استاد حسین به خاطر پول، به خاطر شهرت، به خاطر پست وارد این عرصه شده بود و لحظه ای از این عشق فاصله گرفته بود، الان اینی نبود که هست. خیلی ها ممکنه در کنارش رو هم عرض کنن، معلم های خوبی هم باشن، مدیران خوبی هم باشن، این 30 سال معلمی رو کنن و بعد دیگه آقا خسته شدیم خداحافظ. حالا یه انگیزه هم در کنارش بوده و بهش نرسیدن. من فکر میکنم اگر هنر عشق اون گچ تخته شیدایی نبود، اینجا ما جمع نمیشدیم برای تشویق استاد. خواهش میکنم مفصل استاد عزیزمان جناب آقای وحیدی رو تشویق بفرمایید. سرور ارجمندم جناب آقای دعایی عزیز که عمرش رو در حوزه فرهنگی، مطبوعات، رسانه در کشور ما گذاشتن، خیر مقدم عرض میکنم و به همه بزرگانی که در اینجا حضور دارم. و این نکته رو بگم که شاید اگر مرد شایسته‌ای مثل آقای شیرازی و مجموعه سروش نبود، شاید ما استاد وحیدی رو از دست میدادیم. یعنی شاید ایشون هم 20 سال پیش، 10 سال پیش، 30 سال پیش معلمی رو رها میکرد. مثل بلایی که مثلا یه روز سر من اومد، سر خیلی کسای دیگه هم تو مجموعه آموز پرورش میومد. بنابراین باید کسانی باشند از جنس آقای شیرازی و کسانی مثل آقای شیرازی که بتونن این گوهرها رو حفظ کنن. آقای شیرازی هم تشریف بفرمایید. تشریف بیارم سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز، ارجمند بزرگواران، اساتیدی که لطف کردند و
قدم رنج فرمودند و دل همه ما رو خوشحال کردند. خیلی خوشحالم که در خدمت شما سروران عزیز قدر شناس و معلم دوست و معلم پرور و حامی معلمین عزیز و راستین و خوب و تاثیرگذار ما هستید. خیلی لطف کردید عزیزان. استاد عزیز و بزرگوارمون استاد حسین وحیدی سمت سروری بر همه ما دارند و حق به گردن همگی ما. خیلی ممنونم. حالا جناب آقای بی نیاز محبت کردن، لطف کردن، نظر حسن نظر ایشون بود در مورد خود بنده. اما هرچه هست از بزرگواری و عزت و شخصیت والا و معلمی واقعی و تاثیرگذار و 73 ساله سرور عزیزم جناب آقای وحیدی است. لذا ما بر حسب وظیفه خدمت ایشون و همگی عزیزان بودیم و هستیم و عرض ادب و احترام می‌کنیم. حضرت آقای دعایی عزیزم محبت کردند، لطف کردند خدمتشون. تماس تلفنی هم که از دور داشتیم خلاصه خیلی 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 خلاصه استقبال کردن و شهروندمون کردن. امروز هم قدم رنجه فرمودن از ابتدای برنامه تشفه بودند و در خدمت ایشون همه یه بزرگوارانمون هستیم. از اینکه یه چنین مجلسی رو که واقعا مجلس حمایت، پشتیبانی، تأیید این جایگاه، این مقام هست که واقعا سمبل و نمونه که خیلی واقعا کم ممکنه حالا تکرار بشه که به لحاظ سابقه خدمت و این علاقمندی در طول این سالیان 73 سال که نمونه در دنیا نداره و رکورد ایشون هم که در کشور که از مدت‌ها قبل ثبت شده بود و مشابه نداشت، در آسیا هم همینطور در جهان هم که گینس الحمدلله در دست اقدام هست، حالا اون مدارک داره کامل میشه، در هر حال واقعا نمونه ایست که حالا تکرار نشده، نمیشه. در آینده انشاءالله که به دست این معلمین عزیز ما شاهد پرورش چنین معلمان عزیز و ارزشمندی باشیم. دوستان عزیزمون به خصوص فارغ التحصیلان شاگردان مستقیم و عزیز استاد از مدت‌ها قبل جلسات بسیار زیادی رو برای برگزاری این مجلس و مجلس مشابهی که قرار بود برای اون بحث نشان تعلیم و تربیت ایشون که انشاءالله امیدواریم به زودی اون مجلس هم در سطح دولت برگزار بشه در تلاش بودن. اما چون رونمایی از کتاب عصب اتفاق قرار شد که زودتر انجام بشه، این مراسم به مناسبت رونمایی از کتاب برگزار میشه. عزیزانمون پیشنهاد این رو هم داشتند که بنده هم در خدمت این عزیزان که بنیاد فرهنگی استاد وحیدی امروز در این جمع باصفا و نورانی و شاگردان استاد عزیزمون شکل بگیره که انشاءالله این حرکت برای آیندگان ثبت بشه و انشاءالله جاری بشه که بعدی ها هم بهتر استفاده کنند و مرکز تربیت معلم به این نام انشاءالله با تأسیس بنیاد شکل بگیره و شاهد پرورش تربیت معلمین بسیار خوبی باشیم. مجددا خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همگی شما عزیزان. لطف کردید، ممنون محبت شما عزیزان هستیم. با آرزوی دوام توفیقات استاد عزیزمون سرورم
جناب آقای وحیدی و اینکه بتونیم انشاءالله همواره قدردان زحمات معلمین عزیزمون در جاهای مختلف انشاءالله باشیم. مجدداً از شما سپاسگزاری میکنم و آرزوی توفیق برای همگی شما عزیزان و سروران بزرگوارم. سلام. ماشاءالله خیلی شوالی دار اینجور نمیشه. سلام. خب متاسفانه آقای بی‌نیاز براشون مشکلی پیش اومد، از من خواستن که به جایشون بیام و واقعا چه کار سختی هم هستش. برای اینکه یه ذره این جو بشکنم، خیلی جو سنگینی هم، خواهش میکنم یه دو نفر بیان اینجا با من همکاری کنن، کسایی که مایلن دستشون رو بلند کنن. چقدر دست شما تشریفه، شما جو من هستید. واقعا کسی دیگه نیست؟ نه، ترجیحاً آقا باشه بهتره. من ازا بخواه نه. شما آقا شما نه خودتون. بله تیشونیشون خجالتتون میریزه، من اولش خجالت میکشم. تشریفیه. فقط شما فصل مشترک زندگی همه ماست. همه به خاطر یه نفر اینجا جمع شده، استاد حسین وحیدی. چرا خوب؟ من شنیدم که ایشون عاشق نقل و روایت و حکایت بودن. چه خوب میشد که اینجا میتونستیم این کار انجام ما بدیم. نه من که خجالت بشم. شما کلا خجالتی هستی. ضرورتش نقلی تحصیلی میخواد که من دارم. چرا خوب چرا عالی. بفرمایید. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. نقل امروز ما نقل رستم و سهراب نیست. آه پدر، نقل رستم و سهراب نیست. شما خجالت میکشید. نقل رستم و اسفندیار نیست. قصه ما برمیگرده به هشتم اسفند ماه زمستان 1304. همه دارن مراسم شادی و نشاط نیمه شعبان رو میچینن. عمه خانوم و شرف خانوم قابله منتظرن که یه نوزاد بشه عیدی نیمه شعبانش. حاجه وای خود خاک بسترم. خدا رو شه حاجه آقا به دنیا اومد حاجه آقا مشتاق
ماشاءالله چشمشو نگاه کنید مثل ماه میمونه حاج آقا. اسم این پسرمو میذارم حسین، باشه که خوشنام بشه. ما به دنیا آمدن حسین که اسمش حسین بود، مثل نور به خونهشون گرما بخشید و اونجا رو پرنور کرد. در همون سالهای اول زندگی حسین، پدر بزرگوارشون در بلاد غربت در برلین چشم از جهان فرو بست. هنوز دوره دبیرستان به پایان نرسیده، طلب طلبگی کرد و وارد حوزه علمی شد. انا مرغ سیاه بالم، ناز نفس تو من، آن مرغ سیاه بالم، ناز نفس تو من، آن مرغ سیاه بالم. چه تو استاد چی داد میزنی؟ باید به دماغ همون ببرم استاد. آقا اینا استاد توی مدرسه ها ما شنیدیم ای به این کلا شاپوی ما گیر میدن، ای میگم با کلا شاپو بی کلا شاپو. آسان چیه؟ چه این اوستا؟ نقل این جغل نقل هاست. آه بابا اونا دارن الف رو کار میکنن. الف؟ الف نه الف کله زنی؟ آره اوستا در صبح جات خالی کله زدم با ست تا براگوش دوپه دوپه اوستا. آره یه قلوم آب نیمو بخور روغن کرده پاچت بپنه. چشم اوستا چشم. علی اوستا اینجوری نمیشه، اینا هنوز بچه هکشن کوچولو و چولا فردا به ما برسن چی رو کن بچنن؟ یه بهتر که به نظرم از الان یاد میگیرم. چی رو یاد میگیرم اوستا؟ بابا شاپو میذارن سرشون دیگه. نه اوستا اینجوری همیست شاپو آب کنیم ما رو مسخله دارم میکنه یه تو آره. آیه با شاپو چیه؟ آقای اجازه آقای مهدوی به میاد بودن. کی؟ آقای مهدوی خیلی استاد خوبی هست. آقای مهدوی یادتون داده؟ گفته که شما آقای با شاپو هستی، نمیشه سرتون کلا بفرست. وایسا میرم، تو چه گفتی آقای مهدی؟ دوسته داره خالی من میرسون گفتم چی بهتون یاد داده؟ آقای مهدی چرا دو گفتی؟ دوسته کلا مدلش اینجوریه نه خالی بنده. وایسا میرم چه سیغه ای هست؟ آقای با کلا ها؟ مثل شما کودنا. چی گفتی؟ شما همه تون کودنی. اینا رو قدر سوارتون بده؟ بستان 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 الان جمعانا ازار را گفتم اونجوری نشی باشو منان مرغ سیاه بالم. ۱۳۲۸ پایان دوره مجردی و ازدواج. ۱۳۳۱ انتقال به مدارس شمیرانات. ۱۳۳۷ اولین کتاب آموزشی که چاپ شد.